در ادامه مباحث قبلی از صفحه 114 لب لباب مثنوی می فرماید در معنی آن حدیث که من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من کره لقاء الله کره الله لقاءه و الیه اشار قدس سره. خب اشاره دارد به حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و برخی هم این حدیث رو حدیث قدسی نامیدن. احادیث قدسی دوستان عزیزم حتما مستثر هستن که منظور احادیث و روایت هاییست که از خود خداوند و از عالم قدوسی صادر شده است، اما در قرآن یا در موارد دیگر و در کتاب‌های دیگر نیست و در حقیقت همشأن آیات قرآنی هستند این احادیث قدسیه، اما چون در قرآن نیامده است به عنوان حدیث از آن نام برده می شود. کتاب‌هایی هست از جمله کتاب مشهور استاد دانشمند جناب حره عاملی که در مورد احادیث قدسیه هست و دوستان عزیز اگر تمایل داشتن می توانند این کتاب رو تهیه بفرمایند. تمامی تقریبا احادیث قدسی معتبر رو که از طریق سلسله روات امامیه و اهل سنت جمع‌آوری شده است در اونجا هست و البته نکات بسیار زیبایی داره. عرفای اسلامی، عارفان مسلمان بسیار به این احادیث قدسی توجه کردند و بسیار از آن بهره ها بردند و خود مولانا در مثنوی شریف از آنها ذکرهای فراوان در میان آورده است و سایر موارد هم در کتب مربوطه هست و حتی به عنوان اصل برای خیلی از صحبت ها و سخنان عرفا مطرح بوده است. خب فرمود که هر کس دوست بدارد لقای خداوند رو، خداوند هم دوست می‌دارد لقای او را. هر کس کراهت داشته باشد و ناپسند شمارد لقا و ملاقات خداوند رو، خداوند هم ملاقات با او رو ناپسند می‌شمارد. بسیار سخن زیبایی است و عجیب است و یک اصل کلی است، یک اصل به قول معروف دیالکتیکی است که انسان معمولاً اون کاری که انجام می‌دهد منتظر بازتاب آن است و بازتاب هر کاری می‌تواند که او رو در آن کار هدایت و راهنمایی و رشادت کند. از این جهت است که خداوند نگاه می‌کند ببیند که چه کسی طالب لقای حضرت پروردگار است، چه کسی بیشتر لقاء الله می‌خواهد. بنابراین او هم مشتاق‌تر می‌شود و دوست می‌دارد که به لقای او برسد و در این شکل بحث لقاء الله که یک بحث بسیار مهمی است در اخلاق اسلامی، در عرفان اسلامی، یعنی اینکه انسان نهایت اقدامات او در این جهان آن باشد که بتواند خدای رو ملاقات کند و منتهای آمال عارفین است و منتهای آن چیزی که همه انسان‌های صدیق و پاک و انسان‌هایی که در راه خدا قدم برمی‌دارند نهایت آرزویشان و نهایت امیدشان این است که به سوی خداوند بروند و با خداوند به ملاقات بنشینند. فرمود که هر کس لقای خدا را دوست بدارد خدا هم لقای او را دوست می‌دارد و هر کس مکروه بداند خدا هم لقای او را ناپسند و مکروه خواهد دانست. مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست.
پیش ترک آینه را خوش رنگی است، پیش زنگی آینه هم زنگی است. می فرماید که مرگ هر کسی از اسرار مهم مرگ این است که مرگ هر کسی هم رنگ خود اوست. چرا انسانی از مرگ می ترسد؟ چون اعمال او آنچنان ناپسند است که می پندارد اگر نزد خداوند برد، به ملاقات خداوند برود چه خواهد شد؟ یا شرمگین است از خداوند، یا اینکه می ترسد که اعمال او باعث ننگ او و اعمال او باعث عذاب الهی باشد. هر کسی که آنچنان زندگی می کند آنچنان هم می میرد، و هر کس خوب زندگی می کند خوب می میرد، زیبا زندگی کند زیبا می میرد، و هر کس که زشت و بد زندگی کند البته بد خواهد بود. مرگ هر کسی آینه زندگانی دوست، و مولانا می فرماید که مرگ هر کسی همرنگ خود اوست. ما در عالم ماده وقتی که زندگی می کنیم یک رنگهایی پیدا می کنیم، این رنگهای مختلفی که آلودگیهای مختلف یا خوبیهایی که بر ما وارد می شود به شکل معین و به شکل خاص، به شکل ملکوتی، به شکل جبروتی در وجود ما متمکن می شود، و هرچی که رنگ ما باشد ما با همان رنگ با خداوند ملاقات خواهیم کرد. فرمود پیش ترک آینه را خوش رنگی است. ترکان که غالبا سپید رو و زیبا رو بودند، و ترک هم مطلق ترک هم در ادبیات فارسی و ادبیات عرفانی مطلق ترک به معنای مطلق زیبا روی هست. هر جا که بگویند ترک منظور از آن در همه اشعار شاعران یعنی زیبارو، و بنابراین اصل بر این است که لفظ ترک به معنای زیبارو خوشروی هست. می فرماید پیش ترک ها این را خوشرنگی هست. خب هر کسی مانند زندگی که کرده است می میرد. مرد آینه وجود انسان است. انسان که آینه را نگاه می کند اگر زیباروی است خود رو زیبا رو خواهد دید، و اگر زشت روی است یا سیاه رو هست، زنگی هست، آن وقت آینه رو هم زنگی خواهد دید. چون این نیست که انسان اینجا آدم خوبی باشد در مرگ بدی داشته باشد و یا بلعکس. هر که یوسف دید جان کردش فدا، هر که گرگش دید برگشت از خدا. هر کس که یوسف رو میبیند از بس این یوسف زیبا روی است که جان رو فدای یوسف می کند، اما هر کسی که گرگ را دید او بر می کردد و می ترسد. یوسف و گرگ رو مماثلت زیبایی آورده است. ای که می ترسی ز مرگن در فرار، آن ز خود ترسانیه جان گوش دار. بدان که اگر از مرگ می ترسی بدان که از خودت می ترسی، از من منت می ترسی. هر کس که از مرگ بترسد معلوم است از خودش میترسد. مانند کسانی که از تاریکی میترسند، مانند کسانی که از تنهایی میترسند، تا به تنهایی رو نمی آورند. انسان هایی که نمیتوانند با خود یک لحظه تنها باشند، البته اینها بایستی به اعمال و رفتارشان توجه خاصی داشته باشند. چون ما وقتی در میان خلق هستیم خیلی از ایرادات و اشکالات من به واسطه این معاشرت ها و مباشرت ها معین نمی شود و گم می شود، ولی وقتی که ما آن درون خودمان را ببینیم آن وقت دست ما وحشت می کنیم. زشت روی توست نی رخسار مرد، میگه روی تو هست که زشت است. مرد بسیار هم زیباست، همچنان که امام صادق علیه السلام شخصی آمد گفت مردن چگونه است؟ گفت آیا تا حال گل زیبایی را بویده؟ گفت بله. گفت همان بویدن زیبا گل زیبایی است که بوی زیبایی از آن به مشام تو میرسد. مرگ هم چنین است و چنین زیبا هست. زشت روی توست می رخسار مرگ، جام تو همچون درخت و مرگ بر.
روح تو مانند درخت است، مرگ برگهایی است که از آن درخت بیرون آمده است. از تو رستستر نکو یا عربد است، ناخوش و خوش بر زمیرت از خد است. میگه آن درختی که هست، یک درخت نمیتواند بگوید که برگهای من چقدر زشت است. میگوید که خب هرچی که تو داشته ای این برگهای تو هست، این برگها از خود تو هست، پس با آنها دشمنی نکن. یک درخت نمیتواند با برگهایش ناسازگار باشد و به قول معروف میگویند از کوزه همان برون تراود که در اوست. یک کوزه نمیتواند بگوید که چه چیز از من بیرون آمده است. الانا یترش شهر مافی، هر ظرفی آنچه در خود است بیرون جهد. هر انسانی وقتی زندگی میکند مرگش مانند زندگی اوست. همچنان که در درون او اگر پاکی است، مرگ رو پاکی و زیبایی خواهد دید، و اگر درون او بدی است، البته مرگ رو بسیار بد و زشت خواهد شمرد. حکایت بلال حبشی رضی الله عنه که در هنگام مرگ با شادی تمام وفات میکرد. بلال حبشی وقتی که میخواست بمیرد خیلی شاد بود و همسرش آمد گفت چه خبر؟ آمد گفت واه هرب وای بر ما، چه اتفاقی افتاده است؟ خود بلال گفت نگو واه هرب، ای وای بر ما، بگو واترب، بگو چقدر زیباست، چقدر شادی هست. گفت چرا؟ گفت من وقتی که از اینجا میروم به جای بهتری میروم، پس چرا نبایستی شادمان باشم؟ چرا نبایستی طربناک باشم و خوشحالی چرا نکنم که دارم به سوی حضرت دوست پرواز میکنم؟ چرا بایستی من از اینکه به جانب معشوق ازل و ابد بروم ناراحت باشم؟ چون و کسانش را محل تعزیت بود، آن کسانی که آنجا بودن آنها محل تعزیت و در حال همه در عزا بودند و او را وقت تهنیت. خیلی خوب است که او را وقت تهنیت بود و مردم را وقت تعزیت بود. کما اشار الیه المولوی قدس سره العزیز، چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. انسان هایی که فرد ملاحظه فرموده اید، انسان هایی که انقریب است که بمیرند، رنگ مرگ در آنها دیده می شود. افراد مفتتر، افراد هوشیار این رو درک می کنند، این رنگ مرگ رو درک می کنند که این نزدیکی های وفات اوست. مولانا هم میگه رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. جفت او دیدش به گفتا واهرب، جفتش دید که رنگ مرگ افتاد، میخواهد بمیرد، گفت واهرب. هرب یعنی جنگ. واهرب لفظی بوده که عرب برای مصیبت ها استفاده میکرد. از وای بر من، جنگ بر من. جنگ هم چون امر زشتی بوده است و موجب مرگ و نابودی می شده است، از آن جهت واهرب می گفتن. جفت او دیدش به گفتا واهرب، پس بلالش گفت نی واترب. تا کنون اندر هرب بودم ززیست، تا کنون من ناراحت بودم و غمگین بودم از زندگی. تو چه دانی مرگ چه عیش است و چیز؟ تو چه میدانی که مرگ چه عیشیست، چه زندگانیه، عظیمیست این مرگ. البته خب غالب انسان ها این رو درک نمی کنند، فقط آنهایی که به آن وصال رسیده اند. آنانی که در این جهان مرده اند قبل از اینکه بمیرند، آنها این مرگ رو درک می کنند. وگرنه غالب انسان ها چون اسیر این صورت ها هستند، از این جهت از مرگ وحشت می کنند. گفت جفتش الفراق ای خوش خصال، همسرش گفت که الفراق دوری ای خوش خصال. گفت نی الوصال است الوصال. وقتی او می گوید
فراق است، میگوید نه اتفاقا فراق نیست، اتفاقا وصال است. اینجا من در فراق بودم، زمانی که در این جهان داشتم زندگی میکردم در فراق محبوب بودم، اکنون که میخواهم عین وصال است. گفت امشب در غریبی میروی، از تبار و خویش غایب میشوی. امروز غریب هستی و به غربت میروی. گفت نی نی، بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی با وطن. گفت امشب مثلا غریب خواهی بود؟ و او میگوید نه، من اطلاقا امشب به وطن میرسم. مولانا آن روایت بسیار زیبایی که هست پیغمبر هم با کل وطن نبی ایمان، و همه گفتم که مثلا حبال وطن مثلا این یعنی این خاک رو دوست داشتن از ایمان است. مولانا میگوید منظور پیامبر این نیست که وطن، منظور پیامبر این است که وطن کجا هست. این عالم که وطن نیست، وطن آنجاست. بنابراین اون که میفرماید حبال وطن من ایمان، یعنی حبال قیامه من ایمان، خب به قیامت آن وطن اصلی ما آنجاست. ما که وطن اصلی ما ملکوت هست، جبروت هست، ما که اهل اینجا نیستیم، اینجا که وطن ما نیست. ادعی آوردن و این رو تعبیر کردن به خواب که حب الوطن من ایمان یعنی انسان میهن دوست باشد و وطنش را دوست بدارد. این بدترین تفسیر است که میتوان از این حدیث بسیار زیبا آورد، به خاطر که اینجا وطن نیست، که اینجا ممر، اینجا مقر نیست، اینجا محل عبور است، اینجا یک جایی است که آمده ایم، یک کاروانسرایی است که آمده ایم و از اینجا همه خواهیم رفت. گفت امشب در غریبی می روی، از تبار و خویش غایب می شوی. گفت نی نی، بلکه امشب جان من می رسد خود از غریبی با وطن. من اتفاقا به وطن معروف خود رحل اقامت میتکنم در وطن خود. گفت رویت را کجا بینیم ما؟ گفت اندر حلقه خاص خدا. وقتی گفت که من در وطن هستم، گفت خب چطور تو را ببینیم؟ گفت که اندر حلقه خاص خدا، شما هم بیا در حلقه خاص خدا من بار، آن وقت ما رو خواهیدیم. فراقی نیست، عین وصال است، حلقه خاصش به تو پیوسته است. گر نظر بالا کنی نیست سوی پس. من رو در بالا میتوانی پیدا کنی، در سوی پست بزرگان رو نمیتوانی پیدا کرد. یعنی انسان وطنش کجاست؟ وطنش عالم بالاست. بنابراین برای اینکه کسانی رو بخواهیم ببینیم که از نزد ما رفتن، باید نظر به سوی عالم بالا داشته باشیم، وگرنه در پایین میخواهیم ببینیم، اینجا نمیابیم، فکر میکنیم که آنها کجا هستند. گفت ویران گشت این خانه دریغ، گفت اندر مهن گر منگر بمیر. گفت افسوس که خونم مثلا داغون شد از بین رفت. گفت نه، شما به ماه نگاه کن، به ابری که موقتا جلوی ماه هست به او نگاه نکن. میر ابری که بارانزا هست و معمولا هم تیره رنگ است. میگه به این جهان نگاه نکن، بنگر که آن طرف ماه هست و ماهتاب است. کرد ویران تا کند معمورتر، قوم انبوه بود و خانه مختصر. میگه خداوند این خانه را ویران کرد تا اینکه زیباتر و معمورتر و آبادتر کند. و چون جماعت خیلی زیاد بودن، خانه تنگ بود، خدا خواست که این خانه بزرگتر برای این همه جماعت به دست بدهد. من گدا بودم در این خانه چو چاه، شاه گشتم قصر باید بهر شاه. من در این خانه مان که دا چون چاه بود، من در این خانه که مانند چاهی بود گدا بودم. اکنون که پادشاه شدم، از گدایی تن رسته‌ام و به پادشاهی روح رسیده‌ام، به پادشاهی جانان و جان رسیده‌ام، از این جهت لا این محله تنگ و تاریک و این چاه باریک و تاریک
جای من نیست، جای پادشاه قصر است، قصر فردوس است، قصر عالم بالاست، قصرها خود مرشهان را مونس است، مرده را خانه مکان گوری بس است. مرده که باشد یک گور کوچک، یک جای بسیار تنگ بس است، ولی من میخواهم زندگی کنم و برای گنجایش روح من عالم بالا هست. انبیا را تنگ آمد این جهان، چون شهان رفتن اندر لا مکان. چون انبیای عظام الهی جایشان در این جهان تنگ بود، از این جهت مانند شهان، شاهان در لا مکان رفتن، در جایی که مکان به آنجا ورود ندارد. در بیان آن که چون انبیا و اولیا علیهم السلام به حیات ابدی خود شناسا شدند، ظهور مرگ را که دروازه آن شهر است غنیمت می شمارند. خب فرمود که انبیا و اولیا حیات ابدی رو می شناسند، معرفت پیدا می کنند به حیات ابدی، به زندگی ابدی، به زندگی همیشگی. کسی که به زندگی همیشگی شناسا شد، آن وقت است که دیگر در بحر این زندگی پر از رنج و زحمت و عنا نخواهد ماند. کما اشار المولوی قدس سره العزیز، انبیا را چون به وصل افتد نظر، دان که ایشان را اجل باشد شکر. روشنه اینها. وقتی که به انبیا، فرقشان با ما این است که آنها مرگندیشند و آنها حیات ابدی رو میدانند و به خاطر همین خیلی راحت میروند و همان کلامی که حضرت مولا فرمود که فزتو و فل کعبه، نشان از آن دارد که سوگند به خدای کعبه، به رب کعبه که من رهیدم و از این جهان و از این تنگنا رها شدم. ظهور مرگ را که دروازه آن شهر است غنیمت می شود. این که گفتن ادخلال بیوت من ابوابها، منظور این نیست که خب هر کسی می داند که این خانهایی که به این شکل هست باید از درش وارد شد، این را هر کسی می داند. این چونه نیست که ما بگوییم که این توصیه قرآن است که مثلا از پنجره وارد نشوید، از در وارد شدید. نه، منظور همین بیت است. ادخل و بیوت من ابوابها، یعنی در خانه ها از بابهای آن وارد شدید، درهای خاص آن وارد شدید. مرگ دریست به سوی ابدیت و میبایست که انسان این مرگ رو باطی به خاطر بپذیرد و وارد آن ابدیت شود. تلخ نبود پیش ایشان مرگ تن، چون روند از چاه و زندان در چمن. چه کسی ناراحت شد اگر زندان ببرند در یک جای مصفا و چمنزار؟ هاون گردون اگر صد بارشان خورد کوبد، اندر این گلزارشان صد این ترکیب را چون دیده اند، از خیال و وهم کی ترسیدند. این هاون گردون آمده و انسانها رو با هم دیگر زده است و کوبیده است، ولی سل به معنای جدا کردن است. سل شراب یعنی یک نوشیدنی رو آورد و صاف کرد از چیزهایی که بوده است، از ناخالصی ها. یا سل الحب رو گفتن که مثلا دانه هایی با چیزهای دیگری قاطی شده باشد، این رو وقتی به شکل خاص میشویند یا این دانه ها رو جدا میکنند، این به معنای سل هست. میگه سل این ترکیب را چون میدن، این ترکیب که بوده است، ترکیبی که ما به وجود است، اینها صاف و راوق این رو دیدند، صافی این ترکیب رو دیدند و دیدند که این اجزا و عناصر قبل از ترکیب چقدر بسیط بودند و ساده بودند و این مرکبات چگونه خود مبسوطات بودند. از این جهت میگه چون سل این ترکیب را دیدند و صاف این ترکیب را دیدند، از خیال و وهم هرگز
نهراسیدند و رهیدند از جهان پیچ پیچ کس نگوید بر فرات هیچ هیچ. از این دنیای پیچ در پیچ رها شدند و به دنیای بی پیچی و بدون پیچیدگی، به دنیای بساطت، روشنی، نور و عظمت وارد شدند. کس نگوید بر فرات هیچ هیچ. وقتی کسی فرات یعنی از دست دادن، وقتی یک نفر هیچ را از دست داد هیچی نمیگه، چون هیچ را از دست داده نمیگه ای بای من هیچ را از دست دادم. انسان اگر چیز مهمی را از دست بدهد آن وقت ناراحت میشود و یه چیزی میگوید، میگه از فرات هیچ، هیچی نمیگه چون که از دستش رفته است و برایش مهم نیست. جان مجرد گشته از غوغای تن، میپرد با قدر دل بی پای تن. جان از غوغای تن رها شده است، روح از این بدن کثیف و غلیظ رها شده است، میپرد با قدر دل بی پای تن. این بدن نهایتاً پایی که داریم نهایتاً با چه سرعتی میتوانیم برویم، چقدر میتوانیم ادامه دهیم، ولی پر جان و پر دل تا لایتناها انسان رو میبرد. همچنان زندانی کندر شبان، خسبد و بیند به خواب و گلستان. گوید یزدان مرا در تن مبر، تا در این گلشن کنم من کدر و فر. گویدش یزدان دعا شد مستجاب، وا مرو و الله اعلم بالصواب. یک مثال زیبایی میزند مولانا، میفرماید یک زندانی که در زندان است و اجازه بیرون رفتن ندارد، در خواب ببیند که در یک گلستان بسیار زیبا در حال گشت و گذار است. آنجا اگر بفهمد که در خواب است، از خدا خواهد خواست که خدایا مرا باز نگردان به آن زندان، من نمیخواهم برگردم، مرا همینجا بگذار تا من سیر بکنم. خداوند هم ممکن است که در جوابش بگوید که دعایت مستجاب شد، وا مرو دیگر بر نگرد به زندان، در همینجا بمان و الله اعلم بالصواب. و خداوند به ثواب و نیکی عالمتر است. اشاره به همان آیه مشهور است که الله یتوفی الانفس حین منامها، که قبلا راجع به آن سخن گفتیم که قرآن میفرماید خداوند هنگام مرگ روح‌ها رو متوفا می‌کند، با خود می‌برد. اگر کسی در خواب مرد که هیچ، او رو با خود خواهد برد. اگر تعلق گرفت اراده الهی که این روح دوباره به بدن برگردد، صبح دوباره این بیدار خواهد شد و خواهد دید که روح در بدنش است. وگرنه اگر این اتفاق نیفتد، خداوند این روح او را همان شب خواهد برد. این چنین خوابر ببینی خوش بود، مرگ نادیده به جنت می رود. اگر چنین خوابی آدم ببینه خیلی زیباست، چون که مرگ رو نمی بینه، از همان خواب مستقیما به جنت داخل می شود. خلق گوید مرد مسکینان فلان، تو بگویی زنده ام ای غافلان. مردم میگن بیچاره، یا خبرداری فلانی هم مردا بیچاره، مثلا هی بهش تأسف می کنه. او تو میشنوی هی به تو میگن بیچاره مرد، جوان بود مثلا، جوان مرد، جوان ناکام بود، نمیدانم چه بود. این حرفایی که این عوام می نویسن اینها، مگر کام در این جهان است که جوان وقتی از اینجا برادت ناکام شود؟ کام در آنجاست، او رو باید بنویسن جوان با کام. میگوید که افسوس مثلا عروسیش را ندیدیم مثلا، از این سخنان عامیانه. اصلا نیازی نیست آنجا چه بهجت ها، چه نور ها، چه زیبایی ها، چه طلوع هایی وجود دارد، چرا میبایست اینجا میماند؟ تو بگویی زنده هم ای غافلان. و آنهایی که مرگ رو تجربه کردن و دوباره برگشتن میگن وقتی که مردم دور شما بودن میگفتن که چرا مردی و تعزیه برپا میداشتن، عزاداری میکردن، اونها میگفتن که ما آمدیم. گفتیم به خدا ما میشنویم، ما میبینیم، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما ناخوشیم، خاموشیم. این که
همین که مولانا میگوید که تمامی این درخت ها، تمامی این جمادات، نباتات، حیوانات همه با شما به ای انسان مرده ها همین میگن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، ما هم ریشه ندیم. این سنگ ها به ما میگوین، این دیوار ها به ما میگوین، این سخت به ما میگوید، این میز و هرچه که این کتاب به ما میگوید، ما سمیعیم و ما میشنویم، بصیریم و میبینیم و خوشیم. خیلی هم خوب میفهمیم، شما فکر نکن خودت میفهمی، ما نمیفهمیم. این جمادات، نباتات، حیوانات، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم. با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما نامحرم هستیم، محرم رازهای ما نیستید، ما خاموش هستیم، شما صدای ما رو نمیشه، با شما خاموشی میگذینیم. اما ما بهتر از شما میبینیم، بهتر از شما گوش میکنیم و میفهمیم. گوید گر تن من همچو تنها خفته است، هشت جنت در دلم بشکفته است. روشنه اگر من خفته ام، هشت تا بهشت در درون من وجود دارد. جان چو خفته در گل و نسرین بود، چه غم است از تن که در سرگین بود. بدن انسان یه مرده ای رو در سرگین بیاندازن، در مزبله بیاندازن، چه اتفاق خواهد افتاد؟ جان مهم است که در چه جایی باشد، این تن که هیچ اهمیتی ندارد. جان خفته چه خبر دارد ز تن، او به گلشن خفته یا در گلخن. نمیدونن در گلشن است یا در گلخن است. در گلشن جایی که گلها هستند، گلخن هم همان گلخن حمام‌های قدیمی و مزبله ها و زباله گاه ها و زباله دان ها. می زند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. بسیار زیبا، جهان آبگون میشه راجع بهش ساعتها سخن گفت، بسیار سخن زیبایی است. اما فقط اشاره میکنم که خدا که فرمود در قرآن که و کان عرشه علی الماء، عرش خداوند بر روی آب بود، و سخنانی دیروز بیان کردیم در این مورد، همان آبگونی است که در آنجا مطرح شده است. آبگون یعنی مانند آب، مانند آب لطیف و شفاف و زلال است و از کثافات و غلظت این جهان مبراست. نعره یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم من میدانستن که من نمردم و نمیمیرم. پس کسانی که از جهان بگذشته اند، لا نیند و در صحا آغشتند. آنهایی که از جهان رفتند لا نیستند، یعنی نمردند، نیست نشدند، بلکه آغشته صحا و صحبت و روشنی و نور هستند. صحا یعنی درخشانی و این زیبایی که وجود دارد. در صفات حق صفات جملشان، همچو اختر پیش آن خوربینشان. آن خوربینش یعنی کسی که بینش خور دارد، بینش خورشید دارد. این خیلی مهمه، خورشید چون بالاتر از همین ما هست، نسبت به ما بینش عمیق‌تر و عظیم‌تر و مطلق‌تری دارد، در حالی که ما نمی‌توانیم خوربینش باشیم. کسانی که میتوانند بینششون، بصیرتشون مانند بصیرت خورشید باشند، آنها میفهمند که بقیه مانند اختران و ستاره هایی هستند که وقتی آن خورشید روی و جمال خود رو نشان میدهد، این ستاره ها از بین میرود و دیگر دیده نمیشن. نه اینکه نیستن، ما اکنون میدانیم که ستاره ها هستن، اما چرا دیده نمیشن؟ به خاطر اینکه نور خورشید آنچنان ظاهر است که ما دیگر آن نورهای کوچک رو نمی‌بینیم، آن ستاره ها رو نمی‌بینیم. وقتی این خورشید غروب کرد، تازه ما می‌بینیم که چه ستاره های عظیمی، هزاران هزار ستاره بالای سر ما بوده است و به واسطه نور زیاد خورشید ما نمی‌دیدیم. همچنین است که این کسانی که مرده‌اند چنین است. اگر ما خوربینش باشیم، اگر بینش ما و بصیرت ما مانند خورشید باشد، همه آن ستاره هایی که در هنگام طلوع خورشید دیده نمی شود رو خواهیم دید. اینها رو می فهمیم که اینها هیچ نیستند.
هر کدام از این ستاره ها یک انسان هستن و گفتن قدما اینها رو تصور میکردن که هر ستاره ای که افول میکرد میگفتن مثلا خودم کس مرد یا ستاره جدیدی به وجود آمد. گرز قرآن نقل خواهی ای هرون خام جمیعون هم لدینا و محذرون. کلن آیات قرآنی هم بالا یا لیت قومی علمون و الله اعلم بالصواب، خیلی از اینها آیات قرآنی است که همه آشنا هستیم. می‌فرماید اگر از قرآن نقلی می‌خواهی بخوان جمیع اون هم لدینا و محذرون، همه آنها جمع هستن، لدینا محذرون، نزد ما محذر هستند، حاضر هستند. آنهایی که مرده اند نزد ما حاضرند. به آنها نگویید غایب، نگویید غایب، نگویید غریب. به اشتباه مثلا به امام رضا علیه السلام میگوییم امام غریب. خب البته یک اشتباه بوده، کجا غریب است؟ ما غریب هستیم، ایشان اهل وطن است، جهان وطن اوست و در عالم جان و عالم جانان ایشان وطن گزیده است، کجا غریب است ایشان؟ یا به امام حجت، حضرت حجت صلوات الله علیه میگوییم که او غایب است. چه غایب است؟ ایشان حاضر است، لدینا محضرون هستن ایشان. چگونه غایب است؟ ما غایب هستیم از ایشان، ایشان که غایب نیست. بگوییم مأمون غایب، امام که غایب نمیشود. امام اگر غایب باشد که پس امامتش چه میشود؟ اصل امامت به هم میرسد. امام برای چیست؟ امام برای اینکه هدایت کند انسانها رو. اگر این امام که غایب است چگونه هدایت میخواهد بکنه؟ برعکس است، ما غلط پنداشتیم، غلط میگوییم خیلی از این سخنان رو. امام حاضر است و حاضرتر از هر حضور دیگری است. ما هستیم که بینش نداریم، بصیرت نداریم و از حضور ایشان غایب هستیم و ایشان رو نمیبینیم. غیبت از ماست، از ایشان که نیست. گرز قرآن نقل خواهی ای هرون، هرون گفتن که من یرفض الانقیاد، کسی که انقیاد رو رقص میکند، یعنی کسی که انقیاد نمیکند و تابع قید و بندی نمیشود و رها هست به اثری که اصلا به حرف صاحبش گوش نکند و خود همچنان یکی و تنها بتازد، و آن هم هرون میگفتن، یعنی کسی که توجه نمی کند و فقط می خواهد پیش برود، نمی ایستد تا سوال و جواب بکند. می فرماید گرز قرآن نقل خواهی ای هرون، کسی که نمی خواهی منقاد شدی، نمی خواهی که انقیاد کنی و سر تسلیم بر حقیقت وارد کنی، من این رو به تو می خوانم که قرآن فرمود که جمیعون هم لدینا محضرون. اگه تو بگی که نه این مرد و دیگر تمام شد، من میگویم که قرآن میفرماید هم لدینا هم موسیم. حالا لدینا هم بحث داره اینجا، میدانید لدینا قرآن نفهمد لدیگه محضرون، یعنی نزد خداوند نفهمد که نزد من محضر است. میفرماید لدینا، این نا چه کسانی هستن؟ همان اولیای الهی، همان انبیای الهی هستن. همین ناها که در قرآن هستن، نه اینکه بعضی ها گفتن نمیدنن برای این است که عظمت باشد، مثلا انزل نامن از سماع ما هم، چرا خداوند نفرمود انزل تو من از سماع ما هم، بعد گفتن برای تعظیم بوده است. چیز بیحاصلی، سخن غلطی است. چگونه انسان مثلا برای تعظیم خداوند مانند شاهان نیست که بیاید به خاطر تعظیم از صیغه معلغیر استفاده کنند به جای متکلم وحده. این چه کاریست که، چه حرفیست که مفسرین ما گفتن؟ این چه استدلالیست که مفسرین ما همه این ناها رو در قرآن به خدا مثلا نسبت دادن و گفتن که بله این منظور مفرد است؟ یعنی قرآن نعوذ بالله الکن بوده است؟ قرآن به اندازه شمای مفسر نمیدانسته که اینجا بایستی ضمیر معلغیر استفاده نشود و متکلم وحده باید باشد؟ اینها رو بایستی اندیشید.
مغزرون معدوم نبود نیک بین تا بقای دو جهان یابی یقین. میگه مغزرون معدوم نیستن، مغزرون یعنی دقیقا خلاف معدومی هستن، مغزرون یعنی حاضران یعنی نمردن. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جس در پریدن است. میگه همه این گران باری ها، گران سنگی ها و کسالت ها از بدن است. بدن که نباشد میبینید که در خفتن، انگام خفتن، روح ما همیشه در حال پریدن و پرش است. غفلت از تن بود چون تن روح شد، بیند و اسرار را بی هیچ بود. بود یعنی چاره، لا بود یعنی هیچ چاره ای وجود ندارد. این که میگن لا بود، لا بود، بود هست یعنی چاره و راه فرار و جایی که انسان به آن توجه دارد. غفلت از تن بود چون تن، غفلت تن موجب شد که ما نفهمیم. وقتی که تن تبدیل به روح شد، بیند و اسرار را به هیچ بود. ناچار بدون هیچ گونه مشکلی همه اسرار رو خواهد دید، چون این حجاب بدن از جلوی او منسلخ می شود. رشته هفتم در بیان مرگ اختیاری. کم کم دیگر وارد وادی های زیباتر می شدیم که در عرفان به آن توجه شده است. در بیان مرگ اختیاری که او را قیامت وسطا گویند. قیامت صغرا چیست؟ مرگ انسان است. قیامت کبرا همان قیامت معهود است، اون ساعت است، آن قارعه است، آن همه آن تعابیری که در قرآن وجود داره. وسطش آن قیامت وسطا آن است که ما بگوییم که خودمان به مرگ اختیاری بمیریم. موتو قبل ان تموتن عبارت است از انبعاث بعد از موت ارادی به سوی حیات قدسیه ابدیه. بعد از اینکه انسان به صورت ارادی مرد، آن وقت مبعوث می شود و خود به خود بعثتی برای او ایجاد می شود به سوی حیات قدسیه ابدیه، زندگی قدسی که در عالم قدوسیان است، در عالم کروبیان است و ابدی هم هست و تا آخر دیگر مرگ برای انسان وجود ندارد. چنان که گفتند موت بالاراده توهی به طبیعت، با اراده خود بمیر تا اینکه با طبیعت خود زنده باشی. طبیعت انسانی میخواهد که اگر انسان مرد آن وقت زنده باشد. بدون مردگی زندگی ممکن نیست، بی مردگی زندگی محال است و ممکن نیست. این رو اهالی بینش و اهالی بصیرت به ما گفتند. بمیره دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مرگی بهشتی گشت پیش از ما. اگر بخواهی باید بمیری. حضرت ادریس هم همچنان است که مشهور است که میگوین از خداوند خواست که بمیرد، خلع لباس کرد، خلع این جسم کرد و بیرون آمد از جسم و به موت اختیاری به سمت خدا رفت. و حضرت ادریس و حضرت در مورد حضرت ادیاس هم چنین گفتند که اینا با موت اختیاری به سمت خدا رفتن و بدون اینکه در این جهان کسی شاهد مردن آنها باشد به عوالم بالا سیر کردن. این در مورد حضرت خضر هم هست، در مورد انبیای فراوانی هست. ما معتقد هستیم که حضرات ائمه معصومین هم نمردن، آنها هم به این شکل زندن. آنهایی که میگوین شما چرا توسل به مرده میکنید، اشتباهشان همینجاست که به ما ایراد میگیرن که چرا توسل میکنید. بله، اگر مرده بودن که ما اگر توسل میکردیم بسیار کار بدی بود. آنان نمردن، بل احیاون اندرد بهم یوزقون، بل احیاون بلاکن لا تشعرون. قرآن فرمود که شما درد نمیکنید، آنها نزد خداوند روزی میخورن. اینها کی میمیرن؟ هرگز نمیرن آن که دلش زنده شد به عشق، صد پس در جریده عالم دوام ما. اصلا مگر میشود کسی عاشق باشد و بمیرد؟ عشق چون ازلی و ابدی است، انسان عاشق هم ازلی و ابدی است و هرگز
نخواهد موند. و نکته اب من کان میتن فا احیلناهو عبارت از این است. اب من کان میتن فا احیلناهو خیلی زیباست. قرآن میفرماید که آیا میدانی کسی که مرده بود ما زندش کردیم؟ خب مفسرین گفتن که یعنی از مردگی به زندگی در آورده است. باز مفسرین ما این رو درک نکردند. یعنی شما زنده بودید، ما شما رو به زندگی برتر در آوردیم. این که میفهم اول من کان میتن یعنی در این جهان هر کس زنده است میت است، مرده است کسی که در این جهانه، این که زندگی نیست که. ما او رو فاحیینا و ما او رو زنده کردیم، به حقیقت زنده کردیم به عالم ملک، به عالم ملکوت، به عالم جبروت. این چنین نیست که افرادی که اینجا میپندارند زنده هستند، زنده باشند. آنهایی که تصور میکنند که اینجا زنده هستند همه مردند. او من کان میتن و احیانا، آیا کسی که مرده بود ما پس او را زنده گردانیدیم؟ قرآن این آیه رو در جایی میفرماید که کسانی که از این دنیا رفته اند، شهدای الهی، صدیقین، انبیا، اولیا، بزرگان، آنهایی بودند که از مرگ این جهانی رهیده اند و به زندگی آن جهانی پیوسته اند. عبارت از این است و سر موتو قبل ان تموتو، اشاره بدین بمیرید قبل از این که بمیرید. مولانا هم که در آن شعر بسیار زیبایش که خوانده ایم، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، شمردید دگر روح پذیرید. اشارت بدین و حاصل سخن این است که صادق باید که در زمان حیات فانی جان باقی پیدا سازد. فرق صادق با بقیه چیست؟ فرق عارف با عامی چیست؟ فرق عارف با عامی چیست؟ مهمترین فرق عارف با عامی این است که عامی به مرگ طبیعی میمیرد، به مرگ غیر ارادی میمیرد، و عارف با مرگ ارادی میمیرد. تفاوتشان همین دو کلمه است، همین دو سخن است. عامی به مرگ طبیعی میمیرد، عارف به مرگ اختیاری. عامی به مرگ اجباری، به مرگ اکراهی میمیرد، مجبور است برد بمیرد. اما عارف به مرگ ارادی، به موت ارادی. تفاوتشان همین است. بایستی انسانی که ادعای سلوک دارد باید این حیات فانی رو در جان باقی پیدا کند. این حیات فانی است، از بین خواهد رفت، اصلا حیات نیست. اگر نیک بنگرید این حیات حیات نیست، بلکه عین مرگ است. چون جان عاریتی باستانند، جان زنده ابد باشد. این بدن 70-80-90-100 ساله رو رها کنید و به حیات هزاران هزار ساله برسیم. و الیه اشار حضرت مولوی قدس سره، مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا. این چنین فرمود ما را مصطفی. این ترجمه یک حدیث است، مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا. سعی کنید اگر امنیت میخواهید هر لحظه از اینکه بمیرید وجودتان ناامن نشود، بمیرید قبل از اینکه بمیرید. مرگ پیش از مرگ امن است ای فتا. این چنین فرمود ما را مصطفی، گفت موتو کلکم من قبل ان یأتی الموت تموتو بالفتن. خود آن روایت را هم آورد، فرمود که موتو کلکم، بمیرید همه شما، من قبل از آن که ایتی الموت، قبل از این که مرگ شما را دریابد و تموتو بلفتن، آن وقت با فتنه ها خواهید مرد. قبل از این که مرگ بیاید و شما را با فتنه های مختلف و با آزمون های مختلف شما را ببرد، شما قبلا بمیرید. با تندست و چراغم ابتری، زو بگیرانم چراغ دیگری. باد خیلی تند است، تند باد حوادث فراوان است. چراغم هم ابتر است، یعنی ممکن است این چراغ
بعد از مدتی خاموش خواهد شد. یک شمعی داشته باشیم که این در حال تمام شدن است و هر روز می‌سوزد و تمام می‌شود. اگر به ما بگوین اگر این شمع را خاموش کنی یک شمع ابدی به تو خواهیم داد، یک خورشید ابدی به تو خواهیم داد، انسان عاقل چه می‌گوید؟ با تند است و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری. قدما قبلا شمع‌ها رو باشد وقتی که یک شمعی داشت می‌مرد به آخر عمر می‌رسید او رو می‌بردن به یک شمع تازه درگیر می‌کردن و از شعله او به آن شمع تازه می‌دادن تا آن شمع هم بسوزد، آن هم می‌سوخت، همچنین بود. می‌گوید که اینها رو انجام بدید و گفتن مردن عاشق نمی میراندش، در چراغی تازه می گیراندش. عاشق که نمی میرد، وقتی که مرد در چراغی تازه، در یک شمع تازه، در یک چیز بسیار تازه و زیبای دیگر می گیرانند او را. همچه عارف که از تن ناقص چراغ، شمع دل افروخت از بحر فراغ. دید که تنش داره نابود میشه، تن این شمع رو به تن، موم رو به تن تشبیه کردن و آن شعله رو به جان. میگوید این شعله رو قبل از اینکه این تن بمیرد و این شعله خاموش شود ببر و به یک شمع دیگر درگیر کن، تا که روزی این بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد آن شمع جان. این تن خواهد مرد ولی آن شمع جان هرگز نخواهد مرد. سر موتو قبل موتو این بود که پس از مردن فراغت ها رسد. آن وقت فراغت های عظیم پس از مردن است. غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا ایهی دیگر. اگر میخواهی به خدا برسی هیچ راه و روشی نداری جز اینکه بمیری. برای اینکه به وصال حق، به لقاء خدا برسی باید بمیری، باید این تن رو وانهی. تا منیت تو هست، تا این جسم تو هست به خدا نخواهی رسید. یک عنایت به ز صد گون اجتهاد، جهد را خوف است از صد گون فساد. بعد میگوید که اجتهاد همین، اجتهادی همینیست، خیلی هم تلاش نکنید که گفتم موتو من خیلی برام تلاش کنم و به جاهایی برسم. البته تلاش و ریاضت اینها بسیار خوب است، اما انسان باید دنبال عنایت باشد. یعنی انسان هم اگر تلاش میکند تلاشش به خاطر به دست آوردن عنایت حق تعالی باشد، نه اینکه خودش به آن برسد. این راه رو به بیراه رفتن است. انسان میگوید من میخواهم بروم به خدا برسم، میگه خودم میرسم. نه، این اشتباه، هرگز نخواهی رسید. پس این جهاد و اجتهاد و تلاش و کوشش برای چیست؟ برای جلب عنایت است. این خیلی نکته مهمی است، بسیار مسئله مهمی. این اجتهاد ما برای رسن به خدا نیست، چون ممکن نیست. این اجتهاد ما، تلاش ما، ریاضات ما، زحماتی که میکشیم، عبودیت‌های ما، همه برای جلب عنایت اوست که ما رو از آن خود بداند، ما رو به سمت خود بکشاند، ما رو با خود آشنا کند. اساس قضیه این است، فقط جلب عنایت حق تعالی است. وگرنه انسان رو چه به کار، چه به تلاش، چه به مجاهدت، چه به رسیدن، اگر ما کی هستیم که بتوانیم به خدا برسیم؟ فقط باید بیاییم و بی عنایات خدا هیچی نیست. عنایت خدا نباشد هیچی نیست. این همه هم تلاش میکنیم خودی نشان بدهیم که خدا عنایتی به ما داشته باشد. وان عنایت هست موقوف ممات. خدا من عنایت رو کی خواهد داد؟ موقوف هست به ممات، موقوف مرگ است. وقتی بمیریم آن عنایت رو خدا به ما خواهد کرد. تجربت کرده اند این ره راسقان. میگوید به خدا سوگند که اینها اهالی ثقه، آنهایی که موثق بودن، ثقات، انسانهای بسیار مطمئن، این راه رو تجربه کردن. من دارم تجربه هزاران هزار ثقه رو به شما میگویم، تجربیات رو به شما میگویم که اگر دست از این بدن بر ندارید به لقای خدا نخواهید رسید، بلکه مرگش بی عنایت نیز نیست. میگه حتی این مرگ هم
بی عنایت نیست، حتما آن هم با عنایت حق تعالی است. بی عنایت ها نهان جایی نیست. اگر یک جایی هستی بدون عنایت حق تعالی هیچ جا نیست. جان بسی کندیگه اندر پردی. به سالکان میگوید هزار با شبانه روز هزار رکعت نماز میخوانه، 10,000 مرتبه ذکر میگوید، خود رو به همه به این وران بر میزند، بعد میبیند که هنوز در پس پرده هست. اشتباهش کجاست؟ اشتباهش اینجاست که او به دنبال عنایت نبوده است. باید به دنبال عنایت بود، عنایتی که خدا میکند او ما رو با خود ببره. همه این کارهایی که انجام میدهیم به خاطر آن است، آن معشوق زیبارو آنجا نشسته است و ما را میبیند. او بسیط است، سمیع است، علیم است، میداند. همه اینجا دیدید یک مثلا پسری عاشق یک دختری باشد، بداند که این دختر از دور دارد را تماشا میکند، حاضر است چقدر کارهای عجیب غزیب و عجب عجبی انجام دهد، حاضر است که یک کارهایی میکند که نهایتا خود را نشان دهد و مستوجب عنایت آن معشوق بکند خود را. هزار تا کار میکند تا اینکه توجه او را جلب کند. میداند که فقط میداند که او میبیند و او هزار کار میکند تا اینکه اون عنایت. قصه همین است، قصه عشق و عاشقی همین است. آنجا به آن شکل، اینجا به شکل دیگر. اینجایی که انسان که کار میکند، کار کند برای عنایت حق تعالی، بگوید خدای من این همه کارهایی که میکنم باید میدانم تو مرا میبینی، میشنوی، دعای من را گوش میکنی، من میخواهم فقط به دنبال عنایت تو باشم. این رمز رسیدن خیلی هم راحت میتوان رسید، خیلی هم زیباست این گونه رسیدن. جان بسی کندی اندر پرده ای، 60 ساله داره مجاهدت میکنه، 70 ساله داره مجاهدت میکنه، هنوز پشت پرده است. کسی آمد یک عنایت خدا رو جلب کرد، ره 100 ساله پیران حقیقت تو رو یک شبه پیمود و رفت و رها شد برد. جان بسی کندی اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای، یا نامرده ای. اصل مردن بود، تو این مردن رو نیاورده ای. تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی ببان. بدون اینکه نردبان کامل باشد نمیرسید. یک ساختمانی باشد 100 متر طول داشته باشد، شما بیایی یک نردبان 98 متری رو ببری اونجا بذاری، 97 متری رو بذاری، چه میشود؟ میتوانی به بام بروی؟ نه. حتی این همه مجاهدت کرده ای ولی آن قسمت اصلی مانده است. مولانا میگوید یک 100 متر است به چاه که آب برداری، رسن تو 95 متر است. آیا به آب میرسی؟ نه. میگه عنایت مهمتر از همه این هاست. عنایت و عنایت و عنایت. تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. به بام نمیتوانی بری چون ز صد پای دو پای کم بود، دو پایش فقط کم باشه. بام را پوشنده نامحرم بود، کسی که میکوشد که بره بالای بام دو پلش نباشه نمیتونه بره بام. چون رسن یک گز صد گز کم شود، آب اندر دل از چه کی رود. اگر رسنی باشد بفرستی به پایین به آب نرسد که فایده ای نداره. چون نمردی گشت جان کندن دراز. خیلی زیباست میگه وقتی که نمردی با عنایات الهی هیچ نشدی، آن وقت نخواهی مرد و جان کندن خواهد ما. کسی که دارد در حال مرگ جان میکند ولی جان نمیدهد، 10 سال است، 20 سال است، در کما است، جان میکند بمیرد ولی نمیمیرد. چون نمردی گشت جان کندن دراز، مات شد در صبح ای شمع تراز. در صبح مات باش و شمع وقتی صبح آمد دیگر جایی ندارد. شمع اعتراض یعنی شمع محفل، شمعی که میداند کجا باشد، میداند کجا بایستد. اصل اعتراض به معنای آن چیزی است که در حوالی دیبا و
حریف ها ریبافتند و جای زیبا و خوب و جای مورد توجه درست حاشیه هست، ولی این حاشیه‌ای که وجود دارد، این حاشیه چون متصل است به یک جای زیبا، این حاشیه از آن جهت زیباست. تا نگشتند اختران ما نهان، دان که پنهان است خورشید جهان. وقتی که اختر ما یعنی جسم ما، وقتی ستاره وجود ما نهان نشده است، معلوم است آن خورشید هنوز طلوع نکرده است. وقتی که طلوع کرد ما باید اینجا نباشیم، وقتی او باشد ما نباید اینجا باشیم. بی حجابت باید اسرار لباب، مرگ را بگزین و بردر آن حجاب. اسرار لباب و اسرار اصلی بدون حجاب به دست می آید. این زندگی و این بدن حجاب اسرار است. این اسرار رو به ما نخواهند گفت، این حجاب سفلا و این حجاب ظلمانی رو برکن، بمیر، این تن رو رها کن، روح رو آزاد کن، آن وقت این اسرار رو مشاهده خواهی کرد و خواهی گفت افسوس بر من که چقدر 70 سال، 80 سال، 60 سال من نفهمیدم و در این حجاب باقی موندم. نه چنان مردی که در گوری ردی، خیلی زیباست، نه چنان مردی که در گوری ردی. یکی ده در گور میدنن، غالب مردم عوام در گور میدنن، میمیرن. نه چنان مردی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. فوق‌العاده است، یعنی از گور تبدیل شو به نور، جایگاهت گوری نباش، نوری باش. مرد بالغ گشت آن طفلی بمرد، رومی شد سبقت زنگی سترد. این مرد بالغ، وقتی که یک کسی مرد حقیقی می شود، عقلش و تمامی آن قدرت‌هاش قوی می شود، به واسطه آن است که از کودکی بمیرد. مانند همین است، از مرد باید، از تن باید بمیری تا اینکه به حیات اصلی باشی، رومی باشی که از رنگ سیاه سترده شوی. خاک زر شد هیئت خاکی نماند، غم فرح شد خار غمناکی نماند. وقتی که مردی آن وقت دیگه خاک زر شد، خاک طلا شد و غم هم فرح و شادمانی شد. هین ز چه محروم گردد این ز بعث، بعث را جو کم کنن در بعث. بعث میگه این بعث رو بگم، بعث یعنی برانگیخته شد، باید بمیری تا برانگیخته بشوی. اگر نمیری برانگیخته نخواهی شد. اگر این به آس میخواهی، اگر برانگیخته شدن به سوی خدا میخواهی، بایستی که بمیری. شرط روز بعث اول مردن است. اول باید بمیری تا اینکه در روز بعث زنده باشی، برانگیزانند تو رو، زان که بعث از مرده زنده کردن است. میگه اصلا خاصیت بعث چیست؟ خاصیت برانگیختن چیست؟ این است که مرده رو زنده کنه، وگرنه زنده رو که مرده نمی کنه. پس باید بمیری تا مشمول الطاف بعث بشوی و بعث تو را بیاید از مردگی به سمت زندگانی بکشد. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی زد داد حق آگاه شد. میگه همه عالم گمراه شد، یا این را کم بخونیم که بگیم کم کسی، کمتر کسی از داد حق آگاه است، یا کم کسی میگه که کسی از ابدال حق آگاه می شود که شرایط او رو داره. ابدال یعنی بدل ها، ابدال یعنی بدل های خداوند، یعنی کسانی که بدل و بدل الله هستند، بدل خداوندن. در این جهان هر چیزی بدلی دارند و ابدال که گفتن 7 تنند یا 4 تن هستند، اوتاد و ابدال و نقبا و اینها که مباحث خاصی هست، یک روز را که با آنها سخن میگوییم در بحث طریقت. این ابدال کسانی هستند که بدل الله هستند، یعنی خدای نشان هستند، خدای جا هستند. آنچه خدا با مردم میکنند آنان با همان انجام میدهند. و عده ای حضرت صاحب علیه السلام رو قطب عالم امکان میدانند و همچنان از ابدال میدانند.
جمله عالم زین غلط کردن را که از عدم ترسند و آن آمد پناه. اینها از عدم چون میترسند به خاطر همین مشکل دارن. از کجا جویی علم؟ از ترک علم. به ما یک راهی رو نشان میگه علم از کجا بتونیم؟ میگه از ترک علم. چگونه از ترک علم میتوان به علم رسید؟ تو باید این دانسته خود رو رها کنی تا اینکه علم به تو بدهند. وقتی کسی میآید از من چیزی میپرسد، من میدانم که اندکی میدانم، به او علم رو نخواهم گفت اگر علم داشته باشم، بلکه او اگر ترک علم کند به او علم میرسد. اگر بگویم آیا میدانی مثلا این کلمه یعنی چه، اگر بگویم که میدانم دیگر من نخواهم گفت. من باید نفی علم بکنم، باید بگویم نمیدانم که او به من بگوید، وگرنه اگر بگویم که میدانم که چون نخواهد بود. پس علمی که هست میگه علم رو از چه پیدا کنیم؟ از ترک علم. باید برای اینکه به علم دست پیدا کنیم باید علم رو ترک کنیم، بگیم ما نمیدانیم، آن وقت علم ما روی میکند، علم رو به ما خواهند داد. از کجا جوییم سلم؟ از ترک سلم. این سلم و سلامتی رو از کجا بجوییم؟ باید ترک سلامت کنیم. از کجا جوییم هست؟ از ترک هست. هستی رو از کجا بفهمیم؟ از ترک هستی. از کجا جوییم دست؟ از ترک دست. دست رو از کجا پیدا کنیم؟ از ترک دست. هم تو تاونی کرد یا نعمل مهین، دیده معدوم بین را هست بین. خدایا تو میتوانی دیده که فقط معدوم رو میبیند و عدم رو میبیند او رو هست بین بکنید. دیده ای کو از عدم آمد پدید، ذات هستی را همه معدوم دید. چون دیده ما دیده معدومی هست، از این جهت همه جهان رو معدوم می‌بینیم. اگر دیده ما دیده وجودی باشد، همه جهان رو جز وجود چیز دیگری نخواهیم دید. انشاءالله که خداوند این دیده خاص رو و دیده هستی بین رو به همه ما عنایت فرمایید. ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.